سرنوشت خوش آمدید ایالات متحده آمریکا طالبان را تروریست نمیداند قصر سفید گفته که طالبان تنها به خاطر پیشبرد برنامه های برنامه هاشان می و مشابه گروه های تروریستی نیستند چند پیش همچنان وزارت دفاع آمریکا گفته بود که با آغاز سال 2015 میلادی ایالات متحده آمریکا طالبان را تا زمانی که تهدید علیه منافین کشور متوجه نسازند هدف قرار نمیدهد و پس از این جنگ با طالبان مسئولیت نیروهای امنیتی افغانستان است بسیاری میپرسند که چگونه آمریکا تا پایان 2014 با طالبان جنگید و این گروه دشمن آمریکا محسوب میشد اما حالا جنگ با این گروه مسئولیت افغان افغانستان دانسته می شود و تروریست نمی خوانندش به با باور اینها اگر طالبان تروریست نبودند به گفته آمریکا چه گفته آمریکا تا این 13 سال با این گروه جنگید ادعی هم به با این باور هستند که جنگ درازمدت مدت خسته کننده باعث شده تا آمریکا فرافکنی بکند و بخواهد زمینی فرار از این ماموریت ماموریت بس مهم و حیاتی را فراهم کند و یا هم معامله های پنهان آمریکا با استخبارات منطقه باعث شده تا آمریکا چنین موضع داشته باشد بررسی این موضوع با آقایان دکتر سید احمد شکیب منتظری استاد دانشگاه و علی اکبر جمشیدی که تا دقایق بعد به برنامه خواهند پیوست آقای منتظری ارزیبی شما از این موزیگیری های اخیر آمریکا چیست؟ ای که طالبا دنبال اهداف خودشان هستن و تروریست محسوب نمیشن این چیز تازه هست یا که قبلا هم سیاستی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما و به همه عزیزان ایالات متحده آمریکا به طور خصوص و ناتو و اعضای ناتو به طور عموم برنامه ورود به افغانستان و ماموریت ورود به افغانستان را به عنوان یک استراتیجی سیاسی نظامی به سه مرحله تقسیم کردن مرحله ورود، مرحله اجرا و مرحله خروج مرحله ورود نیازمند دشمن فرضی بود مرحله ورود نیازمند متقاعد ساختن افکار عامه بین المللی و جلب مشروعیت سازمان ملل متحد و افکار عامه جهان بود و در اون مرحله هیچ رای نداشتن به جزی که یک دشمن فرضی بتراشن گویا در افغانستان القاعده لا نکرده در افغانستان تروریسم بین المللی پنهان شده و دشمن فرضی به که چنین این چیز واقعیت نبوده دیگر. یا okay, که دشمنش محسوب نمیشده ما فقط مو های خود شریک میکنیم خدمت شما که گویا اینا تهدیدی است برای امنیت ملی ایالات متحده امریکا و تهدیدی است برای امنیت ملی جهان بشریت و کشورها چون این بوده؟ تهدیدی بوده؟ برداشت اونا چون این تهدیدی تهدی بود که ما شما تخریب یا مورد حمله قرار دادن برج‌های دوغلوی تجارتی در آمریکا را شاهدش بودیم و این مرحله را بسیار موفقانه و بسیار متخصصانه سپری کردند از شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه حمله به افغانستان گرفتن و افکار عامه دنیا حتی کشورهای اسلامی را با خود جلب کردند که ما شاهد حمایت و حضور حتی کشورهای رقیب ایالات متحده آمریکا در کنارش در افغانستان بودیم خب این مرحله ورود مرحله ورود مرحله اجرا گذاری نظام در افغانستان و از طریق گذاری نظام گرفتن تعهد استراتژیک و گرفتن تعهد و توافق حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان بود نخست باید نظام گذاری می شود و اون نظام به نحوی باید مشروعیت پیدا می کرد و از مجرای او نظام باید مشروعیت حضور دراز مدت خود در افغانستان هم از منظر سیاسی و هم از منظر نظامی باید حاصل می کی هم شد پول های بسیار فراوانی مصرف شد زحمت های زیادی تا که یک نظام در افغانستان پایه گذاری کردن و به نحو حضور خود را در افغانستان قانونمند ساختن و مشروعیت بخشیدن اما مرحله خروج مرحله خروج یک عبرت بسیار کلان خروج قدرت های قشون سرخ و اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان عبرت و درس بزرگی برای امریکایی ها بود به این معنا که برنامه خروج باید چند لازمه را همراه خود می داشت یک افکار افکار عامه ملت خود باید اقنا می کردن چرا خارج میشیم؟ و با چه دستاورد خارج میشیم مصرف ای همه پول از مالیات ایالات متحده امریکا و از سایر ملل اروپایی خب، نتیجه و دستاوردش چیست؟ افکار داده در این مرحله به سر میبرد اگر ما شخص شروع بکنیم ای که عدف اساسی امریکا از حضور در افغانستان چی بوده؟ در دنیای سیاست دنیا امروز جنگ یا در دنیای سیاست امروز هیچ چیزی به نام حسن نیت وجود نداره همش برای منافع ملی کشور هاست و منافع ملی ایالات متحده امریکا به طور خاص و اروپا به طور عام حضور آمریکا و ناتو در افغانستان حضور دراز نه جنگ با تروریسم برای ای که شما بعد از جنگ سرد شاهد تقریبا تک قطبی شدن جهان بودیم برای سالهایی هم از منظر اقتصادی هم از منظر سیاسی هم از منظر نظامی از منظر اقتصادی ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین قدرت جهانی ما سال 2004 را آمارش دارم که 11 هزار میلیارد دلار درآمد سالانه امریکا بود و بعد از او حتما افزایش یافته اما کم کم جمهوری خلق چین به عنوان یک حریف اقتصادی از خاورزمین زمین و از مشرق زمین حضور می ظهور میکنه و روسیه با میشه روسیه خلف اتحاد جماهیر شوروی که تسلیحات بزرگ اتحاد جماهیر شوروی را در اختیار داره فقط به یک انسجام به یک رهبری واحد نیاز داشت که ایجاد شد در صورتی که جمهوری مردم چین پیش بینی میشد که تا سال 2025 قدرت اقتصادی برتر دنیا شود و اگر برتر نشود بیاید در ردیف ایالات متحده آمریکا قرار بگیره در اون صورت باز شما شاهد دو قطبی شدن جهان می بودین خب آقای من خب شما میگین که دنبال اهداف منافع ملیش بوده ای که عرفش حضور در آزمده در افغانستان رسیدن به منافع نه جنگ با تروریزم بله. شعار جنگ با تروریزم به که وجود داشته و شما گفتین که مرحله اول مرحله ورودم هم دشمن فرضی تراشیدن بوده در بله. برای چه طالبان را تروریست نمیدونه برای ك... نمیدونه دا آغاز اگر نمیدانیست باز جنگش با اونا مشروعیت پیدا نمیکرد برای چی نمی حال نمیدونه به مرحله رسیده که اینا باید از افغانستان خارج شوند و نظامی را که ایجاد کرده و در کنار این نظام خودشان حضور دارند به نحو طالبا را به میز مذاکره بر... بکشانند از رای دپلوماسی و از طریق دپلوماسی به اونا امتیاز بته. در صورتی که طالبا را تروریست تعریف بکنه باز با چی منطقی برش امتیاز بگیره از حکومت افغانستان باز با تروریسم که مذاکره لازم نیست خوب که اگر قرار باشه خروج باشه که زمین اسودی که باز شما گفتین یکی از اهدافش حضور درازمدت از افغانستان دراز حضور در مدت خودشان عزیز از از منظر نظامی و سیاسی اینجا حضور داره یعنی پایگاه داره نه تمامی قدرت های مثلا 20 هزار نیرو یا چل هزار نیروی یا پنجه هزار نیروی که قبلا از کشورهای مختلف حضور داشت یعنی طالبا یک بخش از برماماش هست بله و یقین شما ببینید که در صورتی که یک بخش کوچک از قوتهای نظامی آمریکا در اینجا جمعه مانه پس برای جنگ نیست وقتی که برای جنگ نیست در این کشور به عنوان وجهی بین المللی آمریکا در سطح جهان باید به هر نحو ممکن امنیت بیاید در غیر صورت ناکام است وقتی که بیا از راه مذاکره نخست تعریف باید عوض شوه که اینا تروریست نیست اگر تروریست باشه که امتیاز دادن به تروریست خیانت جهانی است بعدش اینا را کم کم بکشانه به میز مذاکره و امتیاز بده برش آقای جمشیدی خوش آمدید خب ارزیبی شما از اظهارات قصر سفید و چندی پیش از دفاع آمریکا چی است که طالبان تروریست نیستند پس از اگر تهدید علی منافی آمریکا نباشه آمریکا را هدف قرار نمیده و اهداف دنبال میکنن که نشان میده شبیه گروه های تروریستی نیستن چیز تازه چی میخوان بگن بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود حضور شما مهمان عزیز برنامه و بینندگان محترم تلویزیون خب ما اگر اهداف اصلی آمریکا را از آمدنش به افغانستان بررسی بکنیم میبینیم که یکی مبارزه با تروریسم ایجاد یک حکومتی یک نظام سیاسی در افغانستان و همچنین مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر مهمان عزیز برنامه اشاره کردم که یکی شروعی برنامه هست انجام کار است و همچنین پایان کار خب ما بیشتر توجه میکنیم سر پایان کار ایالات متحده آمریکا زمانی که ایالات متحده آمریکا سال 2004 ره سال بیرون شدن از افغانستان برای خود اعلان کرد خب این در حالی بود که جنگ در افغانستان بیش از پیش افزایش یافت و طالبا قدرت بیشتری پیدا کردن و جنگ حتی در اکثر ولایات افغانستان کشیده شد خب با این وضعیت وقتی که ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج میشه خوبی نتیجهش معلوم دار هست که ایالات متحده آمریکا بدون اینکه که به اهداف اصلی خود که همانا شکست دادن تروریزم در منطقه باشه افغانستان را ترک میکنه و یا به قول گروه طالبا که اونا خوب فرار قلم داد میکنه که امریکایی ها دیگه از افغانستان داره مگرزه فرار میکنه پس ایالات متحده ای آمریکا در همین مدت زمان فعالیت های متنوی را اینا روی دست گرفت فعالیت های پوتو، و و علنی را از جمله دفتری که قرار در برای طالبا در قطر بازگشایی کرد مذاکرات پنهانی که بین نماینده های ایالات متحده آمریکا و نمایندگان گروه طالبا صورت گرفت و بعضی امتیازدهی هایی که در داخل افغانستان صورت گرفت که خب انتقادهای آقای کرزی را در او زمان در پیداشت همه از اینا به خاطر ازی بود که آمریکایی‌ها تلاش داشتند در حینی که مسئولیت های امنیتی را به طور کامل واگذار میکنه به نیروهای افغانی و خودشان از افغانستان خارج میشه جنگ نسبتا فروکش بکنه در افغانستان که در واقع یک بینی خمیری بر از جور شده باشه و اینا به قول خودشان با شکست تروریزم از افغانستان خارج میشن Uh, خب uh, این کار تا یک موفق بود امریکایی این کار را کردن امتیاز های خیلی زیادی برای طالب دادن حالا که ایالات متحده آمریکا uh, یا قصر، مقامات قصر سفید اظهارات را میکنه و طالبان را میگه که اینا جزی گروه های توریستی نیستن و با ما جنگ نداره یا ما با آنها کار نداریم به uh, uh, با باور ما دو هدف را تقیب میکنه هدف اول بیشتر این مصرف داخلی در خود ایالات متحده ای آمریکا داره با توجه به اینکه که در ایالات متحده ای آمریکا در کنگرس جمهوری خواه قدرت بیشتری پیدا کرده و بیشتر حکومت آقای اوباما را تحت فشار قرار داده که شما چگونه از افغانستان بیرون میشین در حالی که جنگ در افغانستان ادامه دارد تورست ها همچنان با دست باز فعالیت میکنه هر <تضح volley> روز مردم را رو به خاک و خون میکشانه شما با اظهار پیروزی از افغانستان خارج میشین و نیروهایتون از اونجا میکشن و به یک نحوی جمهوری خواها کوشش کرده که از هان عمومی را بر علیه حکومت آقای اوباما بشورانه و فکر میکنم که یک از اهداف از, از های اظهارات مقامات قصر سفید همین موضوع باشه که به با یک افکار عمومی را در داخل ایالات متحده ای آمریکا به نفع خودشان رقم بزنه هدف دوم است که خب با باور من میتونه که به یک نحوی یک کمک و همکاری با حکومت جدیدی افغانستان باشه به با این معنا که خب حالا ما و شما میشنویم که شاید هم واقعت هم داشته باشه که مذاکرات پنهانی بین حکومت افغانستان نمایندای حکومت افغانستان نمایندای طالبان زیر نظر ایالات متحده ای آمریکا در جای جای منطقه جریان داره اجازه بدن شما قرار باشه طالب تروریست باشه اینکه که تعریف شما نمی از طالب چی است معامله حسودی نداره دیگه اینکه که سیاستی پیش بیایه که ایران روند تحصیل بده و از اون جایی که طالب تروریست است و تروریست تعریف شوه خب معامله سود نمی کن. شما ببینید ما عرض میکنم حضور شما یعنی باور ما است که یک هدف شو بود هدف دیگش است که ایالات متحده ای آمریکا چون شاید به این نتیجه راسته باشه همگی که از راه جنگ نمیشه که به پیروزی کامل دست یافت پس بنا به میکنه که جنگ افغانستان باید از طریق مذاکرات و از طریق مم. مذاکرات سیاسی به نتیجه برسه پس مذاکرات سیاسی در زمان نتیجه می که یک, زم... یک, پیش زمینه یا یک زمینه سازی مقدماتی برای گروه طالبا شده باشه این اظهارات می که یک نو زمینه سازی یک نو نرمیش یک نو نشان دادن یک چهره مقبول تر و بهتر از گذشته از طالبا باشه تا زمینه ساز مذاکرات بعدی باشه و شرکت کردن از نو در حکومت آینده آقای که خوبی نو امتیاز برای که خب با تروریست معامله نمیشه و در غیر از او معمولیت است. خب بدون شک ما هم شخصا باوریم است ببینید بله. ما البته طرفدار هستیم ما شخصا خودم که اگر احیانا ایالات متحده ای آمریکا قادر به این شوه که گروه طالبا را وادار بسازه که گروه طالبا سریمیز مذاکره رو در رو با نمایندگان حکومت افغانستان بشینه و مستقیما به خاطر از بین بردن جنگ و به وجود آمدن یک صلح نسبی در کشور مذاکره بکنه فکر میکنم که اقدامی بدی نخواهد بود اما طالبه تروریست نخونه بدون که خب میشه که به عنوان یک زمین سازی به عنوان نشان دادن یک حسنیت و خاطر جمع شدن قضایا دست پکچن کار بزنه ادامه برنامه پس از این نقطه کوتاه باز هم خوش آمدید آقای منتظری آقای جمشیدی میگن که خب دو تا هدف میتونه داشته باشه که آمریکا میاد طالب تروریست میخواد نمیخونه مصرف داخلی برای اقناع افکار عمومی و چیزی که اشاره کردن را رابطه و همکاری با حکومت افغانستانی که مذاکرات با طالبا جریان داره و اگر آمریکا قادر شود طالبان را بکشونه به سال و پیشرفتی در این زمینه وجود داشته باشه چنین سیاستی سود داره ولو که طالب تروریست بخوند. من ضمن تایید فرمایشات جناب سناتور صاحب یک برنامه دیگر هم اضافه می کنم که اقناع افکار عامه داخلی جهان غرب آمریکا و اروپا در سلوه کار است و آوردن صلح نسبی نه به خاطر افغانا بلکه به خاطر پرستیج و وجهه بین المللی خود آمریکا و ناتو ای هدف دوم است و چیزی را که اضافه می کنم اقنا و ترمیم افکار عامه جهان امروزه آمریکا و اعضای پیمان ناتو و قوای خود در دنیا کم ندارند که تبلیغ بکنند که آمریکایی ها به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان سر دوچار شد و اینا بی برنامه وارد یک کشور میشن اینا بدون مشروعیت و بدون برنامه در یک کشور می جنگن و بعد از دادن قربانی های زیادی از اطراف و اکناف مختلف جهان به شمول خودشان و کشور در حال جنگ بعد به نتیجه خارج میشن این کلانترین ضربه و یکی از ضربه ها و حربه های بزرگی است که در وجهه بین المللی و اعتبار و حیثیت بین المللی قدرت ها میزنن با او اساس کوشش میکنن که قبل از که دنیا به بالای نقطه انگشت بگذاره و بگوید که افغانستان در حال جنگ افغانستانی با این ترافیک مواد مخدر افغانستانی با این فقر افغانستانی با این تزلزل نظام پس دستاورد شما چی است در 13 سال در, در خاک یک کشور اما شما پیشتر گفتین که امتزهی است و در غیر از زو... معامله با تروریست نمیشه این چیزی بله. اگر طالب قرار بشه تروریست باشه که معامله باید نشه که تا این لحظه خدمت شما گفتم به سه مرحله اینا اهدافی است از زاویه دید آمریکایی ها اما اون نقطه ای که چرا این کار میکنند چرایی مسئله میکنن ده این است که اینا نمیتونن با طالب خودشان مذاکره بکنن یا هر گونه مذاکرات سیاسی را با طالبا حمایت بکنن مگری که طالب را از تعریف قبلی بیرون کنه یعنی طالبان را بیای علنا به دنیا اعلان بکنه که ما به دید تروریست نمیدانیم و تعریف ما از طالبان افغانستان یک جریان شورشگر است چرا برای از ای که اگر هنوز هم پافشاری بکنن که در افغانستان تروریست ها در حال جنگ با حکومت افغانستان است و او زمان بیای حاضر شود به میز مذاکره با تروریست دنیا علامتش میکنه که تروریست به عنوان یک تهدید بین المللی این صلاحیت به شما کی داده که مشروعیت بتین به اون تروریست است اگر قرار باشه تروریست باشه که گفته خودتان معامله ممکن نیست و که نباید شود ببینین طالب را اگر مجرد از القاعده بپنداریم یک تعریف پیدا میکنه و اگر طالب را به عنوان تحت الحمایه جریان تحت الحمایه القاعده در جهان تعریف بکنیم باز تعریف دیگه پیدا میکنه طالب اولیه که به یک نحوی از جانب کشورهای منطقه و شبکه های استخباراتی یک سوژه ایجاد شد بعد تایفه های مختلف تحت یک چتر جمع شدند تحت یک چتر او زمان را میشه که قبل از ورودشان و قبل از اتفاقشان و تعهدشان به القاعده تعریف یک جریان شورشی داخلی داد و هر زمانی که طالب دستش به مسائل مادی یا از منظر سیاسی تحت حمایت القاعده قرار بگیره با دیگه یک گروه تروریستی است خب و من باور می است که کدام تعریف باور شما, <تصفح> شما, تعریف با باور شما صدق که طالب را با... جدا سال است یا؟ من یک تقسیم بندی خاص دارم از کسایی که در افغانستان سلا گرفتن و جنگ میکنن یک عنوان طالب را یک بخشی از بخش های کسایی که در افغانستان جنگ میکنه میدانم در دا افغانستان ما میشه یک عنوان کلان برش بتیم بگویم گروه های ناامنگر خب جریان داره گروه های ناامنگر بله. عرض میکنم به این نتیجه میرسیم گروه های ناامنگر شامل طالبان میشه شامل فرصت طلبوا و ابن الوقت میشه که چکیده های تنظیم های مختلف جهادی غیر جهادی چپی و راستی است که به قدرت شریک نشدند دستشان نرسید کسایی که یک اون رو از میل سالار غذا خورده بودن نان خورده بودند و از این فرصت استفاده کردن گروپ های رهزن و دزدی که حتی چکیده تنظیم هام نیست در هر گوشه و کنار از افغانستان در هر جای دنیا وقتی که هر جمر جانارشزم و نامنی پیش بیاید، فرصت طلبای است که از او استفاده بکنن و بخش چهارم که عمدهترین ترین بخشش است شبکه های استخباراتی منطقه و جهان بنا او طالب یک بخش یک زل از چهار زل یا از چهار بخش گروه های نامگرد افغانستان است بعد خود طالب میتونه به چند بخش دیگه تقسیم شود طالب داریم که ایدیولوژیک می جنگه به رهبری وصل نیست و از گپای پشت پرده نمیدانه حضور نیروهای خارجی در افغانستان باز برنامه های غیر اخلاقی و ضد اخلاقی و ضد ارزش های دینی فرهنگی افغانستان که از طریق رسانه ها و چیزهایی بس. که در جامعه روان است یک مجموعه اینا ایدئولوژیک می جنگن. یک مجموعه دیگه از حکومت افغانستان ناراض است زجر دیدن درد دیدن رقبایشان اینجا به قدرت رسید زندانشان کرد اموالشان آورد در, در, تصدی دولت قرار داد تصرف کرد مشکلاتی از این قبل برش پیش آمده به صورت عقده ای رفته مبارزه میکنه یک گروه دیگه ای است که اونا از طریق جا جای جا ایجاد شدن حمایت شدن تجهیز شدن تربیه شدن حال از میان تمامی این گروپ ها شما بالای طالب تمرکز بکنید آنچه که به عنوان مذاکره جریان دارن نه به چکیده های تنظیم های قبلی است نه به فرصت طلب و ابن نه به نمایندگان شبکه های استخباراتی جهان و منطقه بلکه با طالبا از درون طالبا هم فقط به یک بخشش جریان داره که او اونمو طالبایی است که از آغاز یک جریان به نام امارت اسلامی تحت محوریت یک پرچم سفید در افغانستان برا انداختن مذاکره با این جریان داره که فعلا تا جایی که ما اطلاع داریم در درون امی یک بخش کوچکی که به نام طالب اونجا حضور دارن و به صورت پلان شده و سیاسی مبارزه میکنن اونا هم در درون خود باز اختلافات دارن تعداد از اونا علاقمندتر از تعداد دیگهش و دم مذاکره و گفتگو است. خصوصی که از آقای جمشیدی داشتم امی سیاست که آمریکا گرفته و با باوری آقای جمشیدی که اگر کمک بکنه دی روند سال با طالبا خوب است موثر است. چون این سیاست سوداور است. ما همین تایید میکنم اگر انجام داشته باشه. یعنی اگر ایره تا نقطه آخر و تعقیب بکنن و از روند حمایت بکنن نه در افغانستان و نه در هیچ جای دیگه دنیا هیچ قدرتی نتانسته حتی کوچکترین گروپ ها را تا آخر از پای در بیاره حداقل جنگای های چریکی برای ده ها سال ادامه پیدا کرده ملت افغانستان به جایی که امروز بیایه و ب ب هر روز به دشمنای خود اقدی بیشتر ایجاد بکنه و هر روز تقابل بیشتر ایجاد بکنه نیازمند صلح هست نیازمند ثبات است و... نیازمند توسعه است نیازمند یک فضای امن برای پیشرفت و زندگی است از هر طریق ممکن و هدف و... آمریکا از طالبی که تروریست نیست شبیه گروه های تروریستی نیست در قرم طالبی است امو گروه است که شما گفتین دیگه اصل اصاره طالب اصل امو تخمه و جایی که از اوج شروع شده می جریان امونا هستن سپاس آقای جمشیدی واقعا تعریفی که حالا آمریکا از طالب داره مو بخش طالبی است که با استخبارات منطقه ارتباط نداره و امو اهدافی که دارن آقای منتظری گفت مو طالب است مو بخش طالب است که با نیستن خب البته اینجا خب تر از ایست که آیا کی ها توریست هستند خب، ما باید از دو منظر به ای موضوع نگاه کنیم اول اینه که هر کسی که اقدام میکنه به کشتار مردم بیگنا و هر کسی که به دهشت دست میزنه هر کسی که بیرحمانه مردم را به قتل میرسانه آبادی ها را ویران میکنه و امنیتی مردم را آرامش مردم را تهدید میکنه خودش میتونه تروریست باشه ای از یک موضوع از یک منظر منظر دومی که خب بالاخره هر کسی که در مقابل نظام سیاسی یک کشور قد علم بکنه سلا بگیره و در صدد سرنگونی از اون نظام باشه که در واقع سرنگونی اون نظام میتونه که ذلت ملت او او مردم را او حکومت را در پی داشته باشه این خودش توریست است تروریست دیگه معنای خاصی نداره این میشه که ما به گروه طالبا که امروز چون گروه طالبایی که ما امروز با اونا جنگ میکنیم وابستگی کامل داره اینا با, با, با یک هدف مشخص اینا کار نمیکنه جنگ نمیکنه بلکه اینا به دستوری استخبارات منطقی در افغانستان وارد عمل میشه هر طالبی است که وابسته نیست استخبارات منطقه و کاملا مستقل است بیاییم امو دشمنی با با از حکومت ناراضه است کاملا دقیق است البته یک چیز برنامه طالب که در ابتدا به وجود آمد از مدرسه های پاکستان خارج شد اینو شاید با هدف ایدئولوژی که اینا آمدن یک بار با ببینید یک, بارا... داره یک بار یک بار افغانستان را گرفتن خو؟ را گرفتن ولی اصل بین شما ما اگر بر بگردیم به اصلا به وجود آمدن گروه طالبا طالبا را کی به وجود آورد طالبا را همه استخبارات منطقی وقتی که سیاستش با آمدن مجاهدین در افغانستان با شکست مواجه شد بلا فاصله و رخ گردان یک چیز را به نام طالب به وجود آورد به این معنا که امید اصل طالب ناب ناب هم وابستگی خود را داره صد فیصد وابستگی خود را داره اما ممکنه که خودش خبر نداشته باشه خودش از زد و پشت پرده خبر نداشته اما همه از گپا سناریو و آ آ آ آ ساخته و پرداخته استخبارات منطقی هست و استخبارات فرامنطقی هست خب، شخصا باور من ندار... 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 نه مذاکره ما چون پیشتر عرض کردیم که کشور ما امروز بیش از هر چیز دیگر ضرورت به صلح و آرامش داره ببینید سرمایه بسیار عزیبی در افغانستان مصرف شد اما چیز بر بگرده به استخبارات کشورها <clears throat> که مداخله میکنند و حامی طالب هستند مذاکره باید با استخبارات صورت بگیره با اون کشور صورت ببینید میشه که خب بدون شک وقتی کمیال مز... وقتی ما میگیم مذاکرات پشت پرده جریان داره خب قطعا اونم استخبارات است که اینا را از دستش گرفته میاره در سر میز مذاکره میکشونه یه بدون شک همین آقای آ... میگن که مذاکره اگر جریان داشته باشه با باوریشان به با مطالبه ناب جریان داره ما عرض کردم ما میکنم صحبت های جناب آقای منتظر که یک تعداد طالبای هستند که البته اصل به وجود آمدن از نام من شخصا باور نیست که بر اساس اونمو زدوبن هایی که بین استخبارات منطقه وجود داشت با وجود آمد چون سیاستی امو استخبارات در افغانستان در یک مرحله شکست خورد خب طالبا رو به وجود آورد از طریق از اونا افغانستان را اشغال کردن و به تمامی اهداف خود در داخل افغانستان رسیدن حالا چون ما ضرورت به صلح و آرامش داریم ضرورت به این داریم که بالاخره جنگ از افغانستان رخت بربنده و دیگه تمام شود پس اجاب میکنه با همی طالبایی که ساخته و پرداخته استخبارات منطقه <applause> هست و دستور استخبارات منطقه <applause> کار میکنه و ماهیتا تروریست هست اما اجاب میکنه که ما با مو سر میز مذاکره بشینیم و کوشش بکنیم که اونمور قانع بسازیم که دیگه جنگ از دست از جنگ برداره و دست از وحشگری اینا برداره آقای منتظری که طالب ناب نداره و اگر با باور خودشون وجود داشته باشم او خب غیر مستقیم که خودشان نمیفهمن حمایت میشه از طرف استخبارات منطقه و ایجاب میکنه و که با تروریست هم که ماهیتاً طالب مذاکره کرد برای رسیدن یک نکتر اجازه بتین تصیب بکنم من منظوری ما از طالب ناب طالب اولیه هست و او را ما به هیچ وجه نفی نمی کنم که با سازمان های استخباراتی منطقه سر و کار نداشته باشه بلکه عامل ایجادگر و مو شبکه را هم من یکی از سازمان های استخباراتی منطقه می دانم که آیس آی باشه ولی وقتی که آمدم یک بخش را جدا کردم به عنوان طالب ناب و اولیه و بعد گفتم یک گروه های دیگه است که از شبکه های استخباراتی ناامنی اینجا ایجاد میکنه هدف دیگه ای دارم هدف می است که او جمع طالب که آمدن امارت اسلامی را ایجاد کردن و بعد پس زده شدن رفتن در سرمرز های پاکستان افغانستان قرار گرفتن اینا خاص تحت حمایت سازمان استخبارات ISI و با سپورت و حمایت از اونا کار میکنه ولی تمامی ناامنی ها و مسائل را که شما در مرکز و پایتخت و جای نمجای میبینین حتی از طریق امو طالب اجرا نمیشه یعنی شما ایجا دست از خود ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در این قضایا دخیل است خیلی از اتفاقات اتفاق افتاده که او از توان ممکن است شبکه های سایم بالاتر باشه حضور در وزارت دفاع افغانستان رسیدن تا دروازی ریاست جمهوری زدن فلان هتل ها هتل های کلانی که دریچه از نظر امنیتی ما شما می و شما می‌فهمی که کار ساده نیست ما باور داریم که حتی شبکه های استخباراتی هم منطقه و هم جهان یک بخشی از نامنیار تشکیل میده که نه هیچ ارتباطی با اون طالب اولیه و ناب به که توسط سازمان های ایجاد شد و بعد آمد به اینا نیست ولی که گفتم یک تعداد ایدئولوژیک جنگند اونا از اونمو طالب اولیه را پایین پایه‌هایش است خب اگر ایدئولوژیک هم میجنگن با توجه به موقعیت بله. عملشان کنششان ریسک هستن از نظر ذهنی به یقین از نظر ذهنی خود اونا به با این باور است که از اسلام دفاع میکنن و از ارزش های اسلامی دفاع میکنن از شریعت دفاع میکنن ولی با پایه های بالاتر بالاتر اونا دسترسی ندارن که بدانند کجاها چی میگذره مثل که ما شما ممکن است در جریان های قبلی هم شاید 20 سال پستر بعضی متوجه شد که اصل حامی ما کجاها بوده درست است که ما به خاطر عقیده می جنگیدیم یعنی می خواهیم تر قضیه را برش برخورد بکنیم نه احساساتی که ما در درون امی جریانات نامنگر هم این همش اونمو طالبایی که از طریق پاکستانی ها ایجاد شد و به افغانستان اعزام شدن حمایه شدن کلشی نیست فضای نامنی به وجود آمد گروپ مختلف فعال شد هر کس برای هدفی مبارزه کرد کسایی به خاطر ای که نظام سرنگون بکنه کسایی به خاطر زدن رقیبشان مثلا سفارت فلان کشور وقتی که مورد حمله قرار میگیره بسیار میشه به صورت یک،, معلم شک کرد به ای که ممکن است از طرف طالبانی بلکه از طرف شبکه استخباراتی رقیب او کشور اونجا حمله صورت گرفته باشه خب و اگر این جواب بدین هر چند طالب ماهیتا تروریست است اما چنین سیاستی که آمریکا پیش گرفته و مذاکره که دولت افغانستان داره نتیجه میده معامله با تروریست که میگن فایده داره نتیجه داره اگر آمریکا به نیت ای که اونا را واقعا سر میز مذاکره بکشانه و برایشان امتیاز به توسل در افغانستان بیاره روی میز آورده باشه شانه نتیجه میده سباس آقا جمشیدی چون سیاست نتیجه داره؟ ببینید ایالات متحده ای آمریکا اگر با هدف کمک به حکومت و مردم افغانستان لحن خود را نسبت به طالبات تغییر داده و ایره به خاطر زمین آوردن طالبان سر میز مذاکره دست به یک چنین اظهاراتی میزنه قابل قدر است چون افغانستان ضرورت به صلح داره ایجاب میکنه که با گروه های دهشت افغان و تروریستی و که جنگ میکنه در افغانستان سر یک میز بشینه و صلح در, رف... در کشور بیاره اگر احیانا این هدف نباشه و هدف روزی کردن افکار عمومی در داخل ایالات متحده ای آمریکا و جهان باشه در حالی که طالبان ماهیتا تن به ای کارا نمیتا سر میز مذاکره صرف آمریکا ها میخواد خودشان از اینجا آبرومندانه برای پس این یک ظلم نابخشودنی و یک جفای نابخشودنی در حق مردم افغانستان و در حق مردم منطقه و جهان سپاسگزار سپاسگزار از آقایان دکتر سید احمد شکیبی منتظری تو دانشگاه ولی اکبر جمشیدی سناتور پیشین و سپاس از شما بینندگان عزیز خدا نگهدار